چیز هست، صندوق های طلا هست که بر اساس اطلاعات بلومبرگ و از برگرفته شده از جی پی مورگان هست. این هم بی تی سی تراست، این هم یه مدل صندوقه، بهش میگن جی بی تی سی که مربوط به بیت کوین میشه. دقیقا اینجا رو نگاه کنید دوستان، اینجا زمانی که طلا خارج شده اومده عملا کمک کرده به رشد قیمت بیت کوین. خیلی وقت پیش داشتم این مطلبی میخوندم، یکی از این بزرگای بازار طلا، طلای جهانی و نه بازار سبز میدون خودمون یا بازار بزرگ، گفته بود که اگر 1% منابع مالی اونهایی که تو طلا سرمایه گذاری کردن، یه بار دیگه بگم، 1% منابع مالی اونهایی که در طلا سرمایه گذاری کردن بیاد تو بازار بیت کوین، شما به زودی شاهد قیمت 1 میلیون دلاری هر واحد بیت کوین خواهید بود. من دارم نقل قول میکنم، فردا نگی نشد تقصیر تو، فقط دارم نقل قول میکنم. این به قول من این شاخک های ما باید حساس بشه. ببین وقتی که از بیت کوین، از صندوق های طلا خارج شده اومده رفته سراغ بیت کوین، یعنی این دو تا بیت کوین و طلا که خودشون رو در موقعیتی قرار داده بودن که وقتی اقتصاد خراب میشه برن مردم تو این سرمایه گذاری کنن، در یک به قول معروف مسابقه نزدیک به هم، بیت کوین گوی رقابت رو از طلا دزدیده و داره مسیرش رو جدا میکنه. این نکته مهمیه. اون مدل SOF بود که بهتون میگفتن تجزیه تحلیله، که اون خلا بحثش خیلی بحث مفصلیه، داره میگه تا 4 سال آینده ارزش فاصله اینها اندازه فاصله طلا میشه، یعنی بیت کوین دو برابر ارزش نسبت SOFش دو برابر طلا خواهد شد و این ارزنده است برای اینکه شما برای یه بازه بلند مدتی سرمایه گذاری کنید. مورد بعدیش من اینم باز بکنم که شما بتونید این هم ببینید. آها اینم خیلی چیز مهمیه، نگاه کنید داره چیز انجام قیمت این خط مشکیه مربوط به نزول بیت کوین، ببخشید قیمت بیت کوین اون طلایی مربوط به چی میشه؟ طلا میشه. زمانی که اومده یه دفعه نزول داشته طلا، این اتفاق تو بیت کوین میفته، یعنی هفته پیش بوده فکر کنم 4.6% نزول داشته، رسید به 1800 خورده ای دلار، 1844 تا 1000 این بس مشکی هم مربوط به طلا، 1760 دلار در هر اونس شده، باعث خروج منابع مالی قابل توجهی از طلا و رفتنش به سمت بیت کوین. هرچند که این تحلیلگرای بازار طلا میگن که به زودی این پول دوباره برمیگرده سمت طلا، شاید به زودی اونها حداقل 1 سال و 3-4 ماه باشه که ما هم داشتیم پیش بینی میکردیم مطابق اون هافینگه، که شاید تو این نقطه دوباره بریم توی فازی که ما مجبور میشیم خارج شیم از بازار، یعنی سیو سود بکنیم بیایم بیرون یه مقدار بشینیم نگاه کنیم، بریم مثلا صندوقای طلا تو دنیا بخریم، یا مثلا حالا اینا رو بهتون یاد میدم که چیکار باید بکنید که تو این بازی ها برنده باشید. مثلا تو همون پرفکت مانی هم شما میتونید سفته شمش بخرید، هم میتونید بیت کوین بخرید و دیپوزیت کنید، هم میتونید سفته های طلا بخرید و شمش طلا بخرید و دیپوزیت کنید، به این زمان که خود پرفکت مانی هم میتونید ذخیره سازی بکنید. خب من این دوتا شکل رو برای شما اینجا به اشتراک بذارم، باز هم بابت مشکلی که برای کامپیوتر من پیش اومده بود و مجبور شدیم یه نیم ساعتی زمان رو منتظر این بشیم که این مسئله من حل شه، عذرخواهی میکنم و قطعا من این نیم ساعت رو در جلسات بعدی برای شما جبران میکنم که به هیچ عنوان ما عقب نیفتیم از موضوع. این دوتا رو هم فایلار هم گذاشتم اینجا. من یه مقدار این جلسه سرعت دیالوگی هم رفت بالاتر، به هر حال طبیعیه احساس کردم این مقدار شاید عقب بیفتیم و یه قسمت هم خواستم از خودتون که زحمت بکشین بخونید، چون واقعا چیزی نبود، من باید روخونی میکردم که حیف وقت میشه. سایت ببخشید آقای باقری، من متوجه نشدم
سایت معتبر پی ام متوجه نمیشم منظورتون چیه؟ پرفکت مانی منظورتونه؟ آه بله بله یه لحظه ببینید، متاسفانه به خاطر اینکه اون سری هم گفتم از این پرفکت مانی توی این سایت های بت خیلی استفاده میشه و کلا کانسپتشون یه مقدار خطرناکه. من خودم دیگه مدت هاست که از اینها خرید نمی کنم، اما یه جستجوی ساده توی اینترنت شما رو میرسونه به یه سری سایت هایی که این کار انجام میدن، ولی من هیچ کدومشون رو، یعنی دیگه چون کار نکردم روی پرفکت دیگه کسی رو نمیشناسم، نمیتونم ریسک کنم بهتون معرفی کنم. بایدن معتقد تتر باعث افت ارزش دلار کش هست، به نظرتون تاثیرش چی میتونه باشه؟ ببینید قطعا روی تتر تاثیر میذاره. چرا؟ چون تتر سنترالایزه، یه سازمان داره پشتش، یه شرکته و خیلی راحت مقرش تو امریکاست، درش میبنده. امریکا تمام تلاششون رو داره میکنه، اصلا دولت ها تمام تلاششون رو میکنن که این کریپتو رو یه جوری چپش بکنن، به خاطر اینکه قبلا دست خودشون بود. یادتونه پول فیات ویدیویی که براتون گذاشتم کامل داشت توضیح میداد دیگه، و این تغییره باعث میشه که یه سری کنترلات دیگه دست دولت ها نباشه. الان ببینید یک بیت کوین اومده جزء اون چند تا صد تا جزء صد تا که بود، خیلی جاش هم تثبیت کرد، کمپانی با ارزش دنیا، نه مدیر عامل داره، نه دفتر داره، نه قانون مقررات جای میکنه، کلی هم مثلا داستانه این تیپی داره. این خودش یه پارادایم شیفتیه که داره توی کانسپت مالی اتفاق میفته. خب سوال دیگه ای هست؟ تاثیر بایدن هم که گفتم دیگه، این میتونن بی تاثیر نیست، به همین خاطر زمانی که شون فقط یه تعدادشون تکراری بودن من بگیرن توصیه یا نمیتونم نه، دقت هم بکنید، وقتی که تتر یه اتفاقی براش میفته همه تبدیل میکنن یعنی به مال بیت جلسه میخرن. پس اگر شما میخواین این کوریلیشن رو توی سبدتون حفظ کنید، اگر تتر هم دارید برای حالا به هر حال نگه داشتین، اما بدونید که اگر این اتفاق رو تتر بیفته خیلی هم اون داغونش نمیکنه ها، ولی اون بعد بیته خیلی بیشتر رشد میکنه، چون سریع میفروشن میرن تبدیلش کنن به یه دارایی با ارزش، این باعث میشه قیمت بیت بره بالا. اگر شما تو سبد بیت داشته باشی این بالانس برات انجام میشه رو کل ارزش داراییتون. خب نکته ای هست دوستان؟ من در خدمتونم، اگر نه که میتونیم از هم خداحافظی کنیم فردا رو. این آقای مهندس یوسفی، این نظرسنجی کامل شد؟ جناب مهندس یوسفی نه 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 تکراری ها نه، پس اجازه بدین برای روز چهار، برای روز سه‌شنبه. اگر اینجوریه پس یه اشتباهی تو فایل شده. آره پس یه اشتباهی تو فایل شده، اجازه بدین برای روز، آره این تکراری ها اشتباهه، من عذرخواهی میکنم. یه سوالی هست پس اینو اوکی، نمیخواد دوستان شرکت کنن تا من و آقای یوسفی به یه نقطه مشترکی برسیم. آیا دوستانی که تو این دوره شرکت کردن از شبکه ایوند پیدا کردن این سمینار رو، این دوره آموزشی رو، آیا کسی از اینجوری پیدا کرده باشه یا مثلا پیام براش رو واتساپ اومده باشه؟ دوستان عزیز، انشاءالله 2 الی 3 ساعت بعد از پایان وبینار شما میتونید در پروفایل خودتون در سایت ای سمینار وارد بشید، در بخش وبینارهای خریداری شده قطعا وبینار استاد مباشرفر رو میبینید، اونجا کلیک کنید و جلسات هستن و ویدیو جلسات هم در کنار جلسات قابل دانلود هستن. من در خدمت شما هستم. کنار همدیگه بودیم.
در خصوص بیت کوین با هم صحبت کردیم، تاثیر طلا رو دیدیم و کلی مطلب